اگر ایالات متحده با دلارش بره از آفریقا و جنوبی طلا بخره چی میشه؟ اگر بیاد از اینا نفت بخره چی؟ این بانک فراماسون ها کاغذهای برای ما چاپ میکرد که برای من از شما ارزش داشت، واسه خودش کاغذ بود، دلش میخواد چاپ کرد. این دلار زیاد پایین برای من ایران که بهش نفت میدم و برای اون بدبخت آفریقا و جنوبی طلا میده بدبختی بیچارگی برای خود ذره اثر میکنه. اگر نریم زیر دخم اقتصاد پول مبنا و مدل و مکتب دیگه رو جایگزین نکنیم، حتما تو 5 سال آینده وضعیتمون از آمریکا بدتر خواهد شد. یهودیان صهیونیست که با اجرا و مدیریت برنامه‌هایی از پیش در راهی شده‌شان آماده برپایی حکومت جهانی خود بودند و ناگاه با اتفاقی بزرگ خوابشان پریشان شد: انقلاب اسلامی ایران. دعوای شوروی و آمریکا در نظام دو قطبی توی پارادایم غرب بود، توی پارادایم اومانیسم بود، توی شکم کوسه اومانیسم بود، در رحم مدرنیته بود. نظام دو قطبی اصلی زمانی رخ داد که حالا شوروی رفت کنار، معلوم شد قطب اصلی جدید جمهوری اسلامی ایرانه، پرچم دین رو برده بالا. بعد از داروین کی فکر میکرد بشر دوباره بره سراغ دین؟ با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نظمی که صهیونیسم در طول 200 سال ایجاد کرده بود با چالشی بزرگ روبرو شد. آنها با درک خطر الگو شدن نظام خدا محور برای ملت‌های جهان، از طریق مزدوران آگاه و ناآگاه خود در ایران به شدت به اقدامات لیبرالی سرعت بخشیدند. به ناگاه پس از جنگ شاهد رشد قارچگونه سیستم بانکی و مناطق آزاد تجاری به عنوان شاخص‌های نظام سرمایه‌داری در ایران بودیم. از آن زمان تا کنون سیستم بانکی روز به روز بر بهتر گردیده، به طوری که در چند سال اخیر به شکل نگران کننده‌ای بر تعداد مؤسسات مالی و بانک‌ها افزوده شده است. نتیجه این اقدامات شدت یافتن مصرف‌گرایی، افزایش فاصله طبقاتی، برخوردن فرهنگ و هویت ملی مذهبی و سوس شدن بنیان‌های خانواده می باشد. امروز بانک همه جا رو گرفته. دوست عزیز دانشجو، سر تا سر خیابون‌های مشهد رو و شهرهای خودتون و جای دیگر رو بگردید. زیباترین ساختمونی که می‌بینید ساختمون بانکه. از ساختمون‌های بزرگ تا ساختمون بانک‌های کوچک محله‌ها. این اتفاق در 30 سال گذشته افتاده. یعنی 20 سر صدا جریان لیبرالیست اقتصادی آرام آرام آمده جنگ با خدا را علنی کرده، در حکومتی که به نام دین با خون همین شهدایی که شما امروز تشییع کردید در پا آمده، اینها نقدینگی رو در کشوری که بزرگترین مشکلات اقتصادی رو داشته، عظیمترین تحریم اقتصادی رو طی کرده، از دست مردم نقدینگی رو گرفتن، معماری رو منحرف کردن. از آنچه که قلب نظام معماری ما مسجد بود، بناهای دینی و اسلامی بود، به سمت بانک. دقیقاً در اواسط دفاع مقدس برج سازی در تهران با برج‌های بانک شروع شد، از همین ساختمان به اصطلاح برج سپهر بانک صادرات. التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. بانکداری اسلامی معنی اصلیش یعنی جنگ با خدای اسلامی، ربای اسلامی.